خانومی 47 ساله این چنین می گفت: تا زمانی که عزیزانم از من راضی هستند احساس رضایت می کنم، ولی وای به وقتی که کسی از من توقعی داشته باشه که نتونم از عهده‌اش بر بیام. احساس کمبود، سرخوردگی و احساس گناه می کنم. تأیید دیگران برام به قدری مهم هست که از این طریق نشاط رو حس می کنم. از بس که در فکر دیگران هستم خودم رو از یاد می برم. با درخواست دیگران موافقت می کنم تا حدی که بعضی وقتها از خودم می پرسم چرا نه نمی تونم بگم؟ چرا نگفتن برام اینقدر دشواره که از خواسته های شخصی خودم هم می زنم مبادا دل کسی رو بیازارم؟ وقتی به دوران کودکیم فکر می کنم یادم میاد پدرم بیشتر مواقع از من ناراضی بود و من رو سرزنش می کرد که مشقام رو دیر انجام می دادم، اتاقم رو تمیز نمی کردم، با دیگران بلد نبودم خوب صحبت کنم و روحم رفته خوب نبودم. مادرم هم انتظار داشت که از خواهر و برادر کوچکم نگهداری کنم، لباسهای همه رو اتو کنم، خونه رو تمیز کنم و یادم نمیاد من رو ناز و نوازش کنه. یادم میاد حس می کردم من مادر او بودم. هرگز اجازه نداشتم خشم و غم خود رو بروز بدم. شب همگی شما عزیزانم بخیر. برنامه رو شروع کردم با بخشی از شخصیت یک خانم مهرطلب. دکتر فرناز زنده دل هستم، روانشناس بالینی، مشتاق برنامه امشب که زنده پخش میشه. خطهای تلفن باز هستند، میتونید با من تماس بگیرین، سوالها و نظرهای خود رو با من در میون بذارین. شماره استودیو هست 323 512 7264. یه بار دیگه تکرار میکنم: 323 512 7264. شماره آفیس من هم هست 310-801-0544 برای مشاورات محرمانه. هر سوالی شنوندگان عزیزم راجع به هر مطلبی دارین، مخصوصا مطلب دیشب که راجع به یائسگی بود، میتونید عنوان کنین. فرد مهرطلب کسی است که به درون خودش اعتماد نداره و خودش رو با ارتباط با دیگران سعی میکنه پیدا کنه. او وابستگی شدیدی به دیگران و عوامل بیرونی داره. ترس داره که تنها بمونه و کسی دوستش نداشته باشه. او ممکنه مدام باج به دیگران بده و با بیش از حد سرویس دادن احساس ارزشمندی کسب کنه، ولی پس از مواقعی خود رو قربانی و فدایی ممکنه تجربه کنه. مهرطلب کسی است که مدام به توجه دیگران نیاز داره و به نوعی با گدایی محبت و عشق رو سعی میکنه به دست بیاره. نیاز نوازشی او در دوران کودکی میتونید حدس بزنید به درستی پاسخ نداده شده. وقتی این نیازها برآورده نمیشن، الگوهای رفتاری تایید طلبانه در درون تقویت میشه. نیازها تا حدی سرکوب میشن و او رو به سوی مهرطلبی سوق میدن. تربیت غلط و رفتارهای ناسالم والدین میتونه تا حدی تأثیر بذاره روی فرد که نتونه از زندگی لذت ببره، زیرا روانش آسیب دیده. در ضمن در نظر داشته باشین که جامعه هم نسلی رو به مهرطلبی هدایت میکنه که اشتباهی با مهربانی جابجا میشه. فرد مهرطلب از مهربان بودن گذشته. او خودش رو به آب و آتیش میکشه تا دیگران بلکه ناخودآگاه بهش مدال بدن و بگن تو بهترین و بالاترینی. این فرد نیاز زیادی برای تصویب و حمایت شدن عده افرادی است. درسته که همه ما انسان‌ها تا حدی از جلب محبت دیگران خوشمون میاد، اما خوش اومدن با تشنه و بی‌تاب محبت بودن فرق داره. مهرطلب فردی است که ارزش و احترام برای خودش قائل نیست و قدرت مخالفت رو با بیشتر اشخاص نداره.
میتونه عزت نفس و اعتماد به نفس پایینی داشته باشه. رفتار او به صورت محبت‌های افراطی بروز میده و متقابلاً بسیار شکننده و طالب دریافت قدردانی زیاد میباشه و چون خواستش غیر منطقی میتونه باشه، نتیجتاً محبت دلخواه رو دریافت نمیکنه و همین موجب درماندگی میتونه بشه. مهرطلبی میتونه یک اعتیاد به راضی نگه داشتن و تأیید یا اپرووال باشه تا حدی که نیازها و خواسته های شخصی خود جدی دیگه گرفته نشن. هویت یا آیدنتیتی او نیاز شدید داره به اینکه خوشایند باشه و ولی درونش میتونه دردناک باشه. از لحاظ عاطفی وابسته دیگران میتونه این شخص باشه و اختلال شخصیت وابسته یا دیپندنت رو میتونه داشته باشه. رفتارهای محتاجگونه و چسبیده، حالت چسبیده به دیگران رو نشون میده. سختی میتونه داشته باشه در تصمیم گیری، یعنی یه حالتهای ایندیسایسیو باشه. حتی ممکنه براش مشکل باشه یک لباس بخره. ممکنه چند نفر از اقوام خود رو خرید ببره که اونها بتونن تصمیم بگیرن که چی در کدوم مهمونی این شخص بپوشه. حساسیت شدید میتونه داشته باشه نسبت به انتقاد دیگران. تحمل بدرفتاری و سوء استفاده های دیگران هم میتونه داشته باشه که مبادا این روابط رو از دست بده. پس بنابراین اعتماد به خودش این شخص میتونه نداشته باشه که بتونه از لحاظ عاطفی و لحاظ دیگه بتونه از خودش مراقبت کنه. بنابراین تا حدی مهرطلبی، بازم ذکر میکنم، میتونه ارتباطی داشته باشه با کسی که اختلال شخصیتی وابسته رو میتونه داشته باشه. این دوتا با همدیگه فوق‌العاده میتونه، باز اشاره میکنم، ارتباط نزدیکی داشته باشه. الان ممکنه از خودتون بپرسین خب رهایی از مهرطلبی واقعا چگونه میتونه باشه؟ اول آگاهی، تمرین مداوم و منظم احتیاج هست. هر قدم اصلاحی کوچکی که بردارین تا حدی راضی کردن دیگران رو به حد غیر طبیعی میتونه به توقف بندازه. تغییر نیاز به استقامت و مداومت داره و یک روز ایجاد نمیتونه بشه. مراقبت از خود اولویت قرار میگیره، با اینکه فوق العاده میتونه دشوار باشه. خواسته های دیگران رو بر خواسته های خود مقدم نشمرده بشه. چه فعالیت هایی میتونین از خودتون بپرسین برای شما میتونه لذت بخش باشه؟ چه کارهایی میتونه برای شما مهم باشه که مدت ها دوست داشتین برای خودتون انجام بدین ولی خودتون رو به تعویق انداختین، برای که دیگران رو مهم میدونستین؟ بخشی از روز رو برای رسیدگی به خودتون در جهت سلامتی و نشاط اختصاص میتونین بدین. خودتون منبع تأیید درونی خود میتونین بشین. برای اینکه تأیید خود مهمتر از اپرووال هر کسی در این زندگی میتونه باشه. هر چقدر از دیگران عزیزانم تأیید به طلبیم، در حقیقت عزت نفس خودمون رو داریم کاهش میدیم. در ضمن بعضی ها به خاطر مشکلات خود ممکنه هرگز شما رو تأیید نکنن. در نظر داشته باشین که کسی که خودش سرشار از کمبودها و از نگرانی های متفاوت راجع به زندگی خودش، میتونه درون شکسته خودش رو تا حدی انتقال بده به شما. باورهای محدود کننده خود رو میتونین جایگزین با رفتارهای سازنده و لذت بخش کنین. به زودی به سوالهاتون پاسخ میدم. لطفا روی خط بمونین. شماره استودیوام هست 323-512-7264. بهبودی بستگی داره به پذیرفتن اینکه همه رو خوشحال نمیتونین بکنین. یکی از بهترین راهکارها برای راضی نگه نداشتن دیگران میتونه قدم درستی برای شما باشه و
شما پیام به ناخودآگاه خود و دیگری میدین که همیشه نمیتونید خوب و خوش و خرم باشین و همیشه نمیتونید جواب بله به دیگران بدین، چون میخواین اونها از شما دلگیر نشن. از نقاب خوب بودن در اومدن میتونه کمک بکنه به میزان مهطلبی که تا یه حدی کاهش پیدا بکنه. باز اشاره میکنم مهطلبی فرق داره با مهربون بودن، که راجع به اینم صحبت باهاتون میکنم. خیلی خوبه مهربون باشیم، قلب هامون نسبت به هم دیگه باز باشه و واقعا بتونیم برای هم باشیم، ولی حد داره. اگه ما واقعا به حدی باشه که خودمون رو در جاهای واقعا دردناک و بدجور قرار بدیم، برای اینکه مدام میخوایم دیگران رو خوشحال بکنیم، کمک بکنیم و راضی نگه داریم، به حدی که خودمون رو از یاد ببریم، دیگه چیزی از خود ما باقی نمیمونه که ما بتونیم ادامه بدیم به دیگران برسیم. پس وقتی که حق شما هم نادیده گرفته بشه، وقتی محکم و قاطع و استرتیف بتونید از خودتون فوق‌العاده محترمانه دفاع بکنین، این هم میتونه یک قدمی باشه برای بهبودی. یادگیری نگفتن و پذیرفتن نشنیدن میتونه مهم باشه. بعضی‌ها هم براشون مشکله که نبگن، و وقتی هم نمیشنون دلخور از دیگران میشن، چون توقعات بسیار بالایی از دیگران دارن. بنابراین هر دو میتونه فوق‌العاده مهم باشه. مهطلب نیاز به تقویت هوش هیجانی داره، یعنی یک مقدار منتال استیمولیشن میتونه کمک بکنه که با احساسات و هیجانات خود آشنا باشه و بتونه مدیریت بکنه اون استرس روزانه رو و احساسات غم وقتی سراغش میان. بنابراین هر وقت که شما بتونید تا حدی اون استیمولیشن، اون مشغولی و مشغول بودن رو به طور سازنده داشته باشین، همین موضوع میتونه کمک بکنه که کمتر به فکر این باشین که دیگران چه کار میکنن، دیگران چی نیاز دارن. این میتونه یه کمکی باشه که تمرکز به خودتون و به درونتون بکنین، که واقعا کارهایی رو که واقعا میتونن پروداکتیو باشن، میتونن سازنده و سالم و حتی کمک به دیگران باشه به طور سالم، نه به طور افراطی، میتونه فوق‌العاده کمک بهتون بکنه. اینم در نظر داشته باشین که بالا بردن اعتماد به نفس، که اعتقاد به توانایی ها و پتانسیل خودتون داشته باشین و خودتون رو حقیر و کوچک نبینین، میتونه فوق العاده کمک بکنه. اگه خود رو لایق زندگی بهتر بدونین، همین یک بخشی از حرمت نفسه که آسیب دیده رو تا حدی میتونه ترمیم بکنه. شروع میکنم به سوال های شما عزیزانم پاسخ دادن. شنونده اول بفرم، دکتر زنده دل هستم روی خطین. سلام خانم دکتر، حال شما خوبه؟ قربان شما، عالی. شما خوبین؟ خیلی متشکرم، مرسی. من هر هفته این برنامه شما رو گوش میدم، خیلی عالیه، خیلی ممنون. خواهش میکنم، لطف دارین. ممنون از توجهتون به برنامه. خواهش میکنم خانم دکتر، من یه سوالی داشتم. ارتباط مهرطلبی با افسردگی چیه؟ سوالی رو دارین بیان میکنید که فوق‌العاده جالبه. ببینید، کسی که مهطلبه میتونه یا ریشه افسردگی رو از دوران کودکی این فرد تجربه کرده باشه و از طریق مهطلبی نیاز داره که احساس بهتری راجع به خودش داشته باشه، یا میتونه حتی فردی باشه که افسرده نبوده، شاید علائم فقط غم رو داشته و یه مقدار از زندگیش راضی نبوده، ولی اینقدر در مهطلبی که یه مقدار به اختلال شخصیت وابستگی یا دیپندنت میتونه ارتباط داشته باشه، باعث بشه که این شخص اینقدر به نیازها و خواسته های خودش اهمیت نده که دیگه کم کم
متاسفانه افسرده بشه. پس از هر دو طرف ما میتونیم به این موضوع یه نگاهی بندازیم و هر کاری رو، حالا فقط مهرطلبی میتونه نباشه، هر کاری رو وقتی ما انسانها واقعا تعادلمون رو از دست بدیم و به طور طبیعی انجام ندیم، این خودش میتونه برای ما استراب و افسردگی و مشکلات دیگه ای رو به وجود بیاره. خیلی متشکر. این مهرطلبی تو خانوما بیشتره یا تو آقایون؟ خب حالا که شما این سوال کردیم، منم یه سوال میکنم از شما، شما چی فکر میکنین؟ من فکر کنم تو خانوما بیشتره. باریکلا، واقعا چی شد که فکر کردین در خانوم ها بیشتره این موضوع؟ یه جوری حد زدم دکتر. واقعا درست حد زدین، به خاطر اینکه ببینید مهرطلبی بیشتر، اولا وقتی ما داریم راجع به افسردگی و استراب صحبت میکنیم، اختلالات روانی بین خانوم ها دو برابر آمار نشون میده که مشاهده میشه، کمتر در آقایون مشاهده میشه و دلایل متعددی میتونه واقعا داشته باشه این موضوع. میتونیم هم واقعا خودمون حدس بزنیم که بیشتر خانوم ها هستن که مهرطلب یا حتی اختلال شخصیت وابستگی رو دارن. آقایون بیشتر مدلی که اجتماع واقعا بارشون میاره، مهرطلب بار نمیاره. تو تمام فرهنگای متفاوت شما نگاه بندازید، ولی خانوم ها از دوران کودکی یاد میگیرن مهربون باشن، لطیف باشن، تحمل داشته باشن و پسرها مدل دیگری بار میان. ولی این موضوع مهرطلبی رو در افرادی که در آقایون هم میشه دید، آقایونی هستن که من براتون میتونم یه مثال بزنم. یه خانومی سالهای پیش به من میگفت که شوهرش تمام جاهایی که دعوت میشن، حتی آدمهایی که ممکنه سالها نمیبینن و ممکنه یه نفر رو از دست میدن، یکی از عزیزانشون رو، تمام این مجلس های متفاوت رو تشریف میبرن که احترامشون رو نشون بدن. مدام در حال سرویس دادن میتونن باشن به اقوام خود و به دیگران، به حدی که این خانوم اشک میریخت و بازگو میکرد، میگفت انگار نه من شوهر دارم نه فرزندان من پدر دارن، برای که مدام این شخص در حال مهربانی و بودن برای دیگران هست و برای ما کم تجربهش میکنیم، از لحاظ عاطفی، از لحاظ جسمانی که پیشمون باشه، کنارمون در منزلمون باشه. پس بنابراین مهرطلب مرد هم میتونه باشه، ولی خب بیشتر در خانم ها ما این موضوع رو میبینیم. بله خیلی ممنون، خیلی جالبه. خوشحالم برنامه براتون جالبه. سوال دیگه ای داری نیزم؟ نه خیلی متشکرم، شب خوشی داشته باشین. خیلی دوباره برنامه‌تون عالیه، لطفاً ادامه بدین، برای ما خیلی سودمنده. خیلی متشکرم. لطف دارین شما، ممنون از توجهتون به برنامه من و از همگیتون. قربان شما. قربان شما، شبتون بخیر. شب شما بخیر فعلا. قبل از اینکه تلفن‌های دیگران رو پاسخ بدم، این هم مهمه که بگم مواجه شدن با ترس‌های متفاوت هم، اگه کسی مهرطلب باشه، ممکنه از اینکه نگران باشه که مبادا این شخص رهاش بکنه یا این شخص حتی پشتش با دیگران راجبش صحبت بکنه، میتونه موجب این بشه که این فرد بیشتر در نقش مهرطلبی خودش بازی بکنه. بنابراین اینم مهمه و اینم در نظر داشته باشین که از بین بردن احساس گناه از طریق بخشیدن خود فوق‌العاده میتونه مهم باشه. ببینید کسی که مهرطلبه، کسی که نیاز داره دیگران تاییدش بکنن و دیگران قبولش داشته باشن، وقتی خودش از درون به خودش اون اعتماد رو نداره و اون اطمینان رو نداره که برای خودش شخصیتی هست، برای خودش کسی هست، همین میتونه باعث بشه که تا حدی
به خودش آزار برسونه. کسی که به یه نفر نمیگه و شب تا صبح خواب نمیره و احساس گناه داره، احساس شرمندگی میکنه، این فقط به موضوع نگفتن ارتباط نداره. این میتونه ارتباط داشته باشه به سالها که این شخص ممکنه از لحاظ عاطفی آسیب دیده باشه و سرزنش شده باشه که احساس بدی نسبت به خودش داشته باشه. من شنونده بعدی رو با آقای بلندیان عزیز روی خط میاریم. روی خطی این دکتر زنده دل هستم. الو جانم روی خطی این بفرمایید. شب شما بخیر خانم زنده دل. شبتون بخیر، خوب هستین؟ مرسی، ممنونم خانم زنده دل. اول سوال داشتم، با آقای زنده دل شما نسبتی دارین؟ کدوم آقای زنده دل عزیزم؟ که برنامه داشتم توی رادیو قبلا. برحال بله، یکی از فامیل های عزیز من هستن. خواهش بکنم، چون من با ایشون ارتباط داشتم، من بسیار دوست عزیز من هستن. چقدرم عالی واقعا. خواهش بکنم خانم زنده دل، من یک علایمی که شما فرمودین راجع به این چیز بستاله طلبی، من یک علایمی تو رفتار خودم میدونم. من همیشه سعیم بر اینه که با مردم مهربان باشم، بتونم به اصطلاح جلب توجه کنم یا به هر حال به هر نسبتی. میخواستم بدم علائم حقیقیش چیه که آدم متوجه بشه که ایشون من مثلا مهربان هستم یا مهربان هستم؟ چون من فکر میکنم مهربان هستم، ولی با این علائمی که شما فرمودین من یه مقدار علائم خطرناکی تو خودم میبینم. ای بابا، من نمیخواستم شما احساس کنید که علائم خطرناکی نمیتونه باشه، ولی میتونم من چند تا سوال ازتون بپرسم بعد جواب بدم؟ خب خواهش میکنم. از علائمی که شما شنیدین و قسمتی که احساس کردین که انگار یه علائم هشدار دهنده یا واقعا چیزهایی رو شنیدین که یه مقدار تو خودتون رفتین و فکر کردین که از خودت بپرسین که آیا مهربانین یا فقط انسان فوق‌العاده مهربونی هستین، کجا بود؟ خیلی این مهمه راجع به این بدونم. من میتونم توضیحم بدم که این به این صورت که زمانی که من کسی به من نامهربانی میکنه یا که مثلا حق ناحقی میزنه، بله، شدیداً عصبانی میشم. در این حال من خب در حال وقت خودم رو برای بیمارا، برای کسایی که نیازمند هستن، برای سالمندان وقتم رو تلف میکنم. این دوتا تضاد رو من نمیتونم با کنار هم دیگه ببینم. ببینید عزیزم، همه ما انسان‌ها در نظر داشته باشین واقعا تضاد داریم نسبت به مسائل متفاوت. اینی که شما گفتین که احساس میکنید که وقتتون رو تلف میکنین، به سالمندان میرسین، میتونم بپرسم چقدر از وقتتون رو میذارین برای کمک به دیگران؟ به اونجایی که بعد از کارم بتونم به بیمارستان ها، به سالمندان، به انسان هایی که نیازمند هستن وقتم رو میذارم براشون، حتی براشون هدایا میخرم. بله. پس هفته‌ای میتونیم بگیم، هفته‌ای 3 تا 4 بار این کار رو انجام میدین؟ نه، فقط ویکند. نه ویکند ها من این کار انجام میدم، چون وسط هفته من وقتی ندارم. بله، و داشتین میگفتین حتی براشون هدیه میگیرین، چی بود داشتین ادامه میدادین میگفتین؟ بفرمایید. خواهش میکنم، همین وقتی که میرم برای ملاقاتشون، براشون یا شیرینی، شکلاتی، یا چی اون چیزی که نیازشون هست، کتابی، یا اون چیزی که میدونم علاقه دارن براشون میبرم. با وجود اینکه خیلی وسواسم هستم، تو بیمارستان میرم به چیزی دست نزنم، با وجود این بیماران رو لمس میکنم، کمکشون میکنم، لباساشون حتی بعضی وقت براشون کمک میکنم عوض بکنم، با وجود این کار رو میکنم. ولی در زندگی شخصی من اگر کسی یک مقدار منو اذیت بکنه یا اینکه حرف ناحقی بزنه، شدیداً عصبانی میشم. خب شما عصبانیتتون رو هر کسی حرف ناحق بشنوه نتیجتاً میتونه ناراحت بشه. بعضی ها تو خودشون میریزن و خودشون رو میخورن، ولی بعضی ها راجبش صحبت میکنن. شما چگونه کنار میایین با حرف ناحق که میشنوین؟ شدیدن مقاومت میکنم.
از لحاظ مقاومت منظورتون چیه؟ یعنی اگر شده در بحث های چیزی یا حتی اگر من تأثیر عمل فیزیکی ندارم به هیچ وجه. پس مخالفتی که شما میگین، شما احساس میکنی که واقعا میتونید اون افکار خودتون رو در میون با دیگری بذارین و بگین که موافقت نمیتونین بکنید. این خودش واقعا یک اتفاقا علامتیه که مهر طلب شما نیستین، به خاطر اینکه کسی که مهر طلبه اینجور مواقع هر ناراحتی تو خودش میریزه برای اینکه مبادا کسی رو ناراحت بکنه یا مبادا کسی رو از دست بده به خاطر مخالفتی که داره میکنه و مبادا اون شخص باهاش لج بشه. پس بنابراین شما این اجازه رو به خودتون میدین و اینی که هفته دو بار میرین و داوطلب هستین، مثل یک والنتیر کمک میکنین، این نشون دهنده واقعا مهربون بودنتونه. و یه سوال دیگه که دارم، آیا احساس کردین در زندگیتون موقعی بوده شما درگیر بودین یا عزیزان کنارتون درگیر بودن و کسانی بهشون نرسیدن، و آیا احساس میکنید از طریق این کمک کردن یه مقدار شما دارین به اون درونتون رو هم که به هم ریخته تا حدی و موقعی که کمک نیازمند بودین و کسی نبوده که دست کمک به شما بده، دارین اینطور به غیر از مهربون بودن تا حدی دارین برآورده میکنین نیازی که برآورده نشده؟ بله دقیقا. میتونم راجبش بدونم؟ من به هر حال مشکلاتی ارتباط با اون موضوع ناحق داره. این دوتا با هم اتفاقا مخالف هم نیستن، تضادی هست که یه مقدار با هم ارتباط داره. من نامهربانی یعنی از طرف خانواده خودم ندیدم، از طریق دوستانم زیاد دیدم. بله. روی این است من وقتی که ناراحت میشم شدیداً افسرده میشم و حتی اشکم در میاد. من نمیدونم عزیزم یه خط باشین، من حتما با شما ادامه میدم. الان از اتاق فرمان به من اطلاع دادن وقت برای آگهی هست، تا بخش دوم برنامه با من باشین. شنوندگان عزیزم، دکتر فرناز زنده دل هستم، روانشناس بالینی در خدمت شما عزیزان. برنامه های رادیوی من سه شنبه و چهارشنبه شبها ساعت 9 تا 10 پخش میشن و برنامه تلویزیونی یک شنبه ها به طور زنده 10:30 صبح پخش میشه. میتونین هر سوالی راجع به هر مطلبی دارین بپرسین. شماره استودیو هست 312-512-7264. تلفن آفیس من هم هست 310-801-0544. شنونده عزیزی که روی خط بودین، هنوز روی این؟ بله بله خدمتون هستم. عالی. گفتین که نامهربانی رو بیشتر از طریق دوستان تجربه کردین. بله. و اینم میتونه تا حدی اسوسییشن یا ارتباطی باشه برای وقتی که ناحق میشنوین. یعنی چی؟ یعنی اینکه واقعا دیزرو نمی کردین که باهاتون بد رفتاری بشه یا حرف که واقعا سنگین میتونه باشه بشنوین. و سوالی که دارم، میشه یه مقدار بیشتر تشریح بکنین از این لحاظ اگه دوست دارین، که برای چی فکر میکنین موقعی بوده که شما ممکنه یا عزیزان کنارتون به شما، از لحاظ میتونم بگم رفقاتون، به شما لطمه زدن و چه تأثیری روی شما گذاشته؟ این در ارتباط با فامیل یا دوستان بوده که من حقیقتا از صمیم قلب کاری رو براشون انجام دادم، ولی متاسفانه اون نتیجه که من میخواستم، یعنی نتیجه نمیخواستم، اون چیزی که دستاوردش شده درست عکس اون قضیه بوده.
و این من خیلی آزار میده. من نمیتونم تحمل بکنم که چیزی که از صمیم قلب انجام دادن بیان مثلا دود بشینن بگن که این کاری که انجام دادی نمیتونم. حالا من یه سوال دارم. شما یادتونه اول گفتین به من یه مقدار وسواس دارین. آیا یه مقدار وقتی که ناراحت میشین و واقعا حق خودتونم هست که ناراحت بشین، کسی شما رو آزرده و واقعا بهتون صدمه رسیده، چقدر این رو با خودتون حمل میکنید و زجر میکشین و خودتون رو آزار میدید؟ یعنی چقدر ذهن شما درگیر این موضوع میشه؟ بسیار شدید. ببینید این خودش یه مقدار وسواس ذهنیه. برای اینکه ببینید همه ما در مواقعی اینو قبول داریم که صدمه میبینیم، هر چقدر هم بخوایم واقعا حد و حدود برای دیگران بذاریم و از ته قلبمونم کارهایی رو براشون انجام بدیم، هنوز نمیتونیم توقع داشته باشیم اونها مدلی که ما باهاشون برخورد کردیم و مدلی که ما از صمیم قلب براشون مایه گذاشتیم، اونها هم برای ما این کار رو انجام بدن. پس وقتی ما یک همچین توقعی رو داشته باشیم و بعد هم واقعا ناراحت بشیم و نتونیم اون افراد رو ببخشیم و کنار بذاریم، از لحاظ اینکه ذهنمون اجازه ندیم به ذهنمون که ادامه پیدا بکنه فکر این موضوع رو بکنه، این به حدی میتونه اعتیاد بیاره که اصلا شما هر چیزی که ناراحتتون بکنه روزها و شبها میتونید گرفتار این موضوع باشین. پس توصیه که من بهتون میکنم اینه که به خودتون زمان بدید که چقدر اجازه به خودتون میدین که ذهنتون و احساساتتون تا حدی اون ناراحتی رو حس کنید و بروز بدید به بیرون یا انتقالش بدین و تا چه حدی میایین و کارها و راه و روشهایی رو انجام میدین که دیگه از این موضوع تا حدی عبور کنید. برای که این خودش یک نوع خودآزاری میتونه باشه. متوجه این عیدم؟ دقیقا. پس این میتونه باز ارتباط داشته باشه با ذهنیت obsessive حالت thinking که واقعا رو این موضوع میتونه کار باشه، چون شما ممکنه در بقیه ببینید که اونها هم ممکنه آسیب ببینن ولی خودتون براتون عجیب باشه که چجوری یه روزه یا دو روزه از موضوع عبور میکنن و کارشون و روال زندگی عادیشون رو ادامه میدن و حتی میتونن لذت ببرن از زندگی، با اینکه ممکنه دو روز قبل یه آسیب عاطفی بهشون خورده باشه. خانم دکتر میتونم یه سوال دیگه بکنم؟ بفرمایید. این فقط شنوندگان عزیز دیگه رو خط باشین. بفرمایید. خواهش میکنم. من میخوام بگم این آسیب هایی که چون من تو دوران طفولیتم بیماری زیاد کشیدم، اینا امکان عوارض اون میتونه باشه خانم دکتر؟ حتما میتونه باشه. اتفاقا وقت برای همین بود که ازتون پرسیدم که آیا احساس میکنین موقعی بوده که شما توی موقعیت ناگوار و سختی بودین و اتفاقا چقدر راه خوبی رو پیدا کردین برای اینکه تا حدی احساس بکنید دارین اون صدمات رو ترمیم میکنین با کمک به دیگران، به علاوه اینکه احساس میکنید که شما الان سالم هستین و شما میتونین موقعی که نمیتونستین ولی الان دیگه میتونین این کارها رو برای دیگران انجام بدین و بسیار واقعا بهتون تبریک میگم. فقط روی این موضوعی که دلخور میشین و این ناراحتی رو با خودتون حمل میکنید برای مدت طولانی که خودتون لطمه واقعا به خودتون میزنین، روی این وقتی آگاهی داشته باشین خیلی بهتر میتونید ازش بگذرید. پس یادتون باشه ما هر چقدر توقع کمتر داشته باشیم و توقع داشته باشیم که دیگران اون طور که ما باهاشون برخورد میکنیم امکان داره با ما برخورد نکنن، خیلی کمتر آسیب میبینیم. ولی اگه توقع داشته باشیم که عیناً ما از صمیم قلبشون یه کاری رو برای ما انجام بدن، اینجا ما خودمون رو تو شرایط مشکل و دردناکی میذاریم. اصلا این موضوعی که من اذیت میکنه این، چون من همیشه این موضوع فکر کردم، میگم اگر یک که محبت به کسی میکنی توقع اینه که تلافیش رو داشته باشه، دیگه این محبت نمیشه. همیشه این فکر تو خودم این ذهنیت هست.
ولی خب از یه طرفم خوشحالم که این ذهنیت رو دارین. یادمون باید باشه که همه ما هم انسانیم، همه ما هم تا حدی آسیب پذیریم و همه ما تا حدی نیاز داریم به اینکه برامون دیگران ارزش قائل باشن، به ما محبت بکنن، تا حدی تاییدمون بکنن. یعنی تا حدیش واقعا انسان بودنه. نمیتونیم کامل بی نیاز باشیم و بی توقع. دقیقا. خانم دکتر، چقدر کمکم کردین شما؟ من یه مقدار ذهنیت منو پاک کردین. من شماره آفیستون حتما دارم، حتما میتونم با شما تماس داشته باشم. لطف دارین. خوشحالم که تونستم کمکی براتون باشم. ایشالله که شب خیلی خوبی داشته باشید. و همچنین برای شما شب. شما بخیر. قربان شما. شبتون بخیر. شب. شنونده عزیز بعدی روی خط. الو خانم دکتر، سلام عرض میکنم و سال جدید بر جناب‌عالی خوشحسته باد. قربان شما. خوشحالم صداتون رو میشنوم. خوب هستین؟ خیلی سپاسگزارم از لطفتون. بنده بخواستم در رابطه با برنامه شبتون یکی دو مطلب رو عرض بکنم. بفرمایید. حضرت عالی، تعداد زیادی شنونده دارید و من بخواستم که سراتن استدعا کنم که 45 دقیقه وقتتون رو اجازه فرمایید که دوستانتون برخورداشم مونوپول یه نفر یا دو نفر نشه. و دیگه این که میتونن عزیزان میتونن به دفترتون هم تو که فرمودید بله کنن مشکلاتشون رو حل کنن. درست. مثلا دیگه این که استدلال داره که در فرهنگ ما از دوران کودکی تو کتابامون نوشته رنج خود و راحت یاران طلب. یعنی انسان میتونه رنج رو تحمل کنه تا مهربانی یا مشکلی از دیگری حل بشه. بله. و الان بسیاری از شنوندگان جناب‌عالی یه مقداری این مسئله مشکلی که الان فرمودید، بله، مشکل روانی که فرمودید در خودشون رو خودشون پیاده میکنن. من بخواهد ببینم مرز بین مهربانی و اون مشکلی که شما جناب‌عالی فرمودید و مهربانی چی میتونه باشه که واقعا توجیه بشه انسان این کاری که چه جور آدمی اگه مهربانی میکنه در حد مهربانیه یا اینکه نیست، چگونه باید رفتار کرد؟ همینطور که سوالتون رو عزیزم عنوان کردین، جوابش هم کنارش بود. ببینید وقتی که کسی از مهربانی دیگه گذشته، یعنی به جایی رسیده که دیگه داره خودش رو فدایی دیگران میکنه، این باعث میشه که دیگه مهربانی باشه. شنونده عزیزی که تماس گرفتن که گفتن مشغول کار هستن در طی هفته ولی ویکند ها چند ساعت کمک میکنن به دیگران در بیمارستان های مختلف، ببینید این نشون میده که این شخص حد و حدود خودش رو داره و موقعی که میتونه به دیگران کمک میکنه برای اینکه واقعا انسانیه که مهربانه. ببینید واقعا اینو میخوام راجبش صحبت بکنم که تیپ شخصیتی مهربان میتونه ریشه اختلالات افسردگی و استرابی باشه. نه. افرادی که با این ویژگی واقعا حتی میتونن افسرده نباشن، یه مقدار غمگین باشن، ولی میتونن دچار افسردگی هم بشن. این افراد از موفقیت و لذت خودشون هم نهایت بهره رو نمیبرن. همیشه هم دلیلی برای نگرانی و ترس پیدا میکنن. و این موضوع، ببینید، مهر سالم بر اساس ظرفیت بینیازی یا کم نیازی، بینیازی نمیتونم بگم، و عشق بخشیده میشه نه بر اساس کمبودها. در ضمن ناخودآگاه یا ناهوشیارانه آدم خودش رو در شرایطی میتونه قرار بده که احساس بکنه ویکتمه یا قربانیه یا تلف شده. اونهایی که مهربان واقعا بازگو میکنن. ممکنه که به شما بگن که احساس میکنن زندگی که باید میکردن و نکردن برای که مدام احساس کردن باید به دیگران برسن. پس ببینید این دیگه از مهربونی گذشته رسیده به قربانی. و اینم در نظر داشته باشین کسی که مهربانه همیشه میخواد همه ازش راضی باشن، همه باید تاییدش کنن. وای به روزی که حتی یکی تاییدش نکنه، این شخص مدام میتونه ناراحت باشه و راجبش فکر کنه. همه باید
ازش به خاطر محبت‌هاش اینو در نظر داشته باشین، تشکر بکنن. یعنی اگه این فرد احساس بکنه که محبت‌هاش نادیده گرفته شده، میتونه واقعا براش اذیت کننده باشه. همه باید تحسین و تمجیدش کنن و اگه نبگه ناراحت میشه. بعد دیگران هم همه باید باهاش مهربان باشن. یعنی توقع نداره که کسی ممکنه حتی تو موقعیت یا شرایط واقعا سختی باشه و نتونه محبت بهش بکنه و نتونه واقعا اون طوری که قبلا باهاش بوده باشه و همین میتونه باعث بشه این شخص به هم بریزه. و اینم در نظر داشته باشین که ببینید کسی که مهربونه و اختلال شخصیت وابسته رو نداره، هنوز میتونه واقعا تا حدی خودش با غمش، با خشمش، با زندگیش کنار بیاد. ولی کسی که مهربانه و کنارش وابسته هم هست، این میتونه باعث بشه که اصلا خودش رو گم کنه. برای که این شخص در حقیقت میتونیم بگیم که آیدنتیتی یا اون هویت شخصی خودش رو نداره. یعنی اصلا دلم میخواد اینم به اطلاعتون برسونم، خیلی جالبه. یه فیلمی نگاه میکردم چند وقت پیش که از یه خانومی میپرسن که تو دوست داری چگونه تخمرغت رو بخوری؟ سکرامبلد اگ دوست داری بخوری؟ حالت آب پز دوست داری تخمرغ باشه؟ و این زن برمیگرده فکر میکنه، میگه من اصلا به این فکر نکردم، همیشه از دیگران میپرسیدم که تخمرغشون رو چجوری دوست داشتن میل بکنن. یعنی این یه سمبول، یه مثال بسیار کوچیکه ولی انقدر عمیقه. یعنی اصلا اهمیت نداره این شخص ببینه اصلا چی تو زندگیش، حتی نیاز و واقعا خواسته هاش میتونه باشه که در سن 40 و خورده‌ای سالگی تازه بیدار میشه و متوجه میشه که زندگی رو برای دیگران کرده. و اتفاقا اسم فیلمم یادم اومد، اسمش هست تا اونجا اگه یادم میاد Eat, Pray and Love و جولیا رابرتس در این فیلم هست. خیلی با معنی هست این فیلم. با من شنونده عزیز، خیلی طولانی شد پاسخ من نمیخوام واعظ غیر متعرض باشم، یعنی خودم وقتی از اطلاعی رو زیاد بگیرم، ولی در فرهنگ غنی ایران گفته شده که مهری که به دیگران میکنید، محبتی که میکنید به فراموشی بسپرید و بدی دیگران رو هم نادیده بگیرید. واقعا اگر همین دو نکته رو مردم رعایت بکنن، من خودم میگم رعایت بکنن، من فکر میکنم که حریم محبت، مهرطلبی و مهرورزی کاملا مشخص بشه. بعد سوال دیگه هم دارم ولی وقت عزیزان دیگه بفرمایید. نه سوال دارین بفرمایید. خانم دکتر سوال بنده فارغ از این بحثه، نمی نداره، بفرمایید. سوال اینه که چگونه میشه کسانی که به انسان ستم کردن فراموش کرد؟ چطوری میشه انسان خودش رو راحت بکنه از ستم و ناراحتی که دیگران، ناراحتی عمیق و ستم های بسیار وسیعی که دیگران انجام دادن، انسان خودش رو میتونه رهایی ببخشه؟ من یه سوال از شما دارم. شما خودتون کلمه بخشش رو به کار بردین در سوالتون. چقدر فکر میکنید که بخشیدن میتونه کمک بکنه که آدم بتونه واقعا تا حدی رهایی پیدا بکنه از ظلمی که بهش شده؟ خانم دکتر از حضرت علی که متخصصی میخوام سوال بنده اینه که چطوری میشه بخشید وقتی اون ستمهای مظالمی که شده اینقدر عمیق بوده که در ریشه، در جان و روان انسان نفوذ کرده؟ چطوری میتونه این انسان میتونه از روانش خارج بکنه، از جانش خارج بکنه؟ این بخشش من از متخصصی مثل از ازادی میخوام استفاده کنم. حتما. ببینید بخشش مراحل خودش رو داره. خب اول مهمه که وقتی که ظلم به هر کسی میشه، واقعا راجع به ظلمی که شده هم فکر بکنه، هم حس بکنه و هم اجازه بده این درد درونیش رو بیرون بریزه. این بخش اوله. یعنی هر چقدر آدم بخواد نادیده بگیره و سرپوش روی این موضوع بذاره، بدتر این موضوع میتونه از درون داغونش بکنه. بخش دوم اینجوری بیرون بریزه. خب همین بله. و دارم بخش دومش، ببخشید سوال بعدیتون چی بود؟ من سوالم این بود که چجوری میشه این رو خارج کرد از ذهنش،
انسان چطور الان همینو خواستم بگم. ببینید توقع، بله ببینید، اگه توقع داشته باشین که ستم یا ظلم از ذهنتون خارج بشه غیر منطقیه. ببینید به قول آمریکایی‌ها we can never forget but we can forgive. ببینید وقتی ظلم بهتون میشه مسلماً تا ابد از یادتون نخواهد رفت، امکان نداره، مگر اینکه خدای نکرده دچار گرفتاری امنیژیا آدم بشه یا آلزایمر. متوجه این؟ اگه نه یه انسان طبیعی معلومه که نمیتونه از یاد ببره، همونطور که خوبی که به شما میشه از یاد نمیبرین، اون بدی ها هم از یاد نمیبرین. پس موضوع اینه که چجوری میشه بپذیرین که همیشه این خاطرات تلخ با شما خواهند بود، ولی شما چگونه این مراحل رو طی میکنید. و همونطور که داشتم اشاره میکردم، بخش دوم اینه اگه شما واقعا از جانب متفاوت به این موضوع نگاه بکنید، مثلا اگه کسی شما رو کتک زده میتونه مشکل اختلال واقعا روانی داشته باشه، میتونه خودش ابیوز شده باشه و کنترل بلد نباشه چطور داشته باشه روی خشونت خودش، و نه این که بگم توجیهش بکنید، نه، ولی از ابعاد که میتونه این شخص بیمار باشه، این شخص میتونه کارهایی رو انجام داده باشه، حتی ممکنه سادیسم داشته باشه. یعنی سادیسم هم خودش یه بیماریه. کسی که لذت میبره یکی دیگر رو آزار میده، این خودش یه بیماریه. و وقتی از باز میگم از پرسپکتیو دیگه بهش نگاه بکنید، یه مقدار اون درد درونیتون اون طور که پرسونالایز شده تا حدی دی پرسونالایز میشه، یعنی تا حدی یه مقدار از شما دور میشه و این بخشش میتونه راحت تر باشه. ولی همونطور که همه ما میدونیم واقعا بخشیدن میتونه فوق العاده دشوار باشه. خیلی راحت تر بیانش بکنیم، ولی وقتی به عمل میرسه همه ما در مواقعی ممکنه در شرایطی قرار بگیریم که بگیم مثلا فلان نفر رو ما تا ابد نمیتونیم ببخشیم برای یه ظلمی که به ما کرده، در صورتی که ما بتونیم خودمون رو به اون بخشش با این مراحل رو طی بکنیم، خودمون آروم میشیم و خودمون میتونیم آرامش رو از درون داشته باشیم. متشکرم از توجه همگی شما عزیزان. خوشحالم که برنامه اینقدر مورد توجهتون قرار میگیره و براتون جالب و آموزنده هستش. برنامه به اتمام رسیده. شماره آفیس من هم هست 310-801-0544. شب و روز همگی شما عزیزانم خوش. راه زندگی، برنامه ای از دکتر فرناز زنده‌دل، روانشناس بالینی. هر سه شنبه و چهار شنبه 9 تا 10 شب.